منیژه ملی صفت، متخصص در امور وام‌های تجاری و مسکونی. دیگر نگران تهیه وام‌های خود نباشید. کلید ملک مسکونی و یا تجاری شما را بانوی وام تقدیمتان می‌کند. 416-858-1048. و اما امروز میهمانی رو در استودیو دارم، یک هنرمند جوان معمار، نقاش، با یک کارهای بسیار جالبی که داره عرضه میکنه. این میهمان منو 2 سال قبل شما چند تا کار ازشون دیدید به صورت یک گزارش در یک گالری در دانتون تورنتو. ولی ببینیم که ایشون این کار، این پروژه بسیار خوبی رو که در دست داره چه برنامه هایی داره، چه زحمات رو سالهاست روش کشیده و به کجا میخواد بره. در تهران متولد شده، در تهران درس خونده، فوق لیسانس معماری گرفته از دانشگاه ملی و در 1-2 تا نمایشگاه در ایران داشته، بعد به کانادا آمده، در اینجا کارش رو ادامه داده، همزمان معماری و کار هنریش، هنری دیگرش، یعنی نقاشی. این هنرمند ما خانم فریبا محمودیانه که اجازه میخوام یک خدا خوش آمدی بگم تا بیشتر شما با این هنرمند و این پروژه جدیدی که در دست داره آشنا بشید. فریبا جان خیلی خوش آمدید، مرسی به برنامه دریچه‌ای رو برم. مرسی از شما که اجازه دادین که من در این برنامه شرکت کنم. خواهش کنم. برم بگوینم، ما زندگیتون رو میایم در 2 مرحله میکنیم. مرحله اولی که در ایران بودی، در اونجا کار کردی، در اونجا تحصیل کردی، 1-2 تا نمایشگاه گذاشتی. اول بریم به اونجا ببینیم که کار کلاژ میکنی الان روی پارچه. بله. اینو از ایران شروع کردی و چگونه است؟ یه توضیح برای بیننده های من بفرم. این کار بر اثر یک اتفاق خیلی ساده شروع شد. یکی از هتل‌های تهران میخواست که یه سری تابلو داشته باشه برای اتاق صبحانه خوریش، از من خواهش کردن که یه ایده‌ای داشته باشم برای اونجا. از اونجایی که من آرشیو پارچه بسیار خوبی داشتم، فکر کردم چرا به جای رنگ از پارچه استفاده نکنم. یک سری کار برای اون هتل انجام دادم. خب متاسفانه هیچ وقت اون کارا روی دیوار نرفت، ولی بهونه‌ای شد برای اینکه من کار پارچه رو ادامه بدم. اصلی ترین موضوعی که من توی بخش کلاژ پارچه بهش پرداختم از سالهای دور، موضوع زن ایرانی به طور خیلی خاص، زن ایرانی که در یک چارچوب پرفشار قرار داره و نمیتونه ابراز ماهیت اصلی خودش رو بکنه. من اومدم چون به خاطر فشارهایی که اون موقع توی جامعه بود و ما اجازه نداشتیم خیلی چیزها رو بیان کنیم، من اومدم به صورت مینیاتور این کار رو عرضه کردم. یعنی طراحی کردم از ایده‌ای که داشتم از زن به عنوان یک الگوی کلی، زنی که زیباست، زنی که شاده و زنی که دلش میخواد شادی رو به خونش و به جامعهش بیاره. نکته دیگه‌ای که در کارم همیشه بوده خورشیده و طبیعت. این مجموعه یک مجموعه شد که خیلی ازش استقبال شد وقتی که من توی ایران بودم و توی یک نمایشگاهی از زنان هنرمند سال 2000 در استکهلم این کار رو، یکی از کارهای من شرکت داده شد، قبولش کردم و چاپ کردم. یعنی از ایران فرستادید اونجا؟ بله، از ایران فرستادم اونجا و این کار رو قبول کردم و چاپ کردم توی مجله‌ای که برای سال 2000 برای زنان هنرمند دنیا اختصاص داده شده بود. کار یک جایی متوقف شد به خاطر مشاغل زندگی که من داشتم و تقریبا مجبور شدم کار رو رها کنم. آیا مشکلات دیگری داشت یا فقط همین مشکلات کاری بود که کار رو رها کرد؟ یک بخشش مشکلات کاری بود، ولی میتونم بگم بخش عمدهش فشار زیادی بود که هر گونه فعالیت هنری توی ایران برای همه هنرمندا داشت و منم استثنا نبودم ازش. این احساس عدم امنیت، اینی که یک نقاشی مینیاتور کشیدی و ایراد میگیرن چرا گوشه موی خانم دیده میشه، این اصلا یک چیز کاملا سمبولیکه، یعنی شخص خاصی رو ما اونجا نشون نمیدیم.
و من یه جایی فکر کردم که شاید بهتر اصلا متوقفش کنم، بپردازم به یک زندگی معمولی. خوشبختانه وقتی که اومدم کانادا، این آزادی که اینجا بود، این کمک رو من کرد که بتونم دوباره برگردم به کارهای هنری و خیلی بهای بیشتری بدم بهش. وقت وقتی که به کانادا اومدی، آیا دوره هایی رو رفتی، اینجا دیدی کالجی رفتی، دانشگاهی رفتی، یا فقط با همون اندوختهی که از ایران آمدی ادامه میدی؟ من وقتی که اینجا اومدم، اولین کاری که کردم، واقعا اولین کاری که کردم اینی که رفتم توی کالج جورج براون، ثبت نام کردم برای کلاس های طراحی و آناتومی، چیزی که هیچ وقت توی ایران این فرصتش برای من نبود، نه برای من، برای هیچ کس دیگه نبود. دانشم رو از آناتومی بدن انسان افزایش دادم، سعی کردم به صورت حرفه‌ای تری با این مجموعه برخورد کنم. یعنی مدل زنده بود یا نه؟ مدل زنده، مدل زنده همراه با مطالعه از روی کتاب‌های آناتومی. این به من بسیار کمک کرد که بتونم کارم رو ایمپروف کنم، پیشرفت بهتری در کارم هم از نظر تکنیکی و هم از نظر طراحی داشته باشم. و این به نظر من آغاز کارهای جدیدی بود که من در طور حالا بیایم برگردیم. شما الان آمدی و در کانادا هستی و جورج براون رفتی و این کارها رو دیدی، چگونه شد که دوباره آمدی اون پروژه قبل تو که کلاژ بود روی پارچه، این رو دوباره دست گرفتی کاملش کنی؟ آیا حس آزادی بیشتر داشتن بود، یا اینکه یه ایده هایی هم من میدونم گرفتی برای این کار؟ درباره این پروژه هم یه توضیحاتی بدید بد نیست برای بیننده. حتما. حدود 2 سال پیش دیگه از دوستان من یه عکسی روی فیسبوک گذاشت از خودش میونه گلای کاغذی. اینقدر این عکس عکس چشمگیری بود برای من که لحظه من فکر کردم که واقعا زن یه بخشی از طبیعته و مثل یه گل میمونه. چرا ما زن رو این گونه نشون ندیم؟ چرا اگر زنی میخواد مطرح بشه به صورت یک آبجکت مطرح بشه؟ این اعتراض همیشه توی دنیا هست که از زنها به عنوان وسیله‌ای برای پول درآوردن داره استفاده میشه، ولی ما میتونیم زن رو به گونه دیگری هم نشون بدیم. ما میتونیم زن رو به عنوان بخشی از زیبایی زندگی نشون بدیم. این شد که من تصمیم گرفتم برم دنبال این موضوع که چگونه من میتونم زن رو در طبیعت و زن رو به عنوان بخشی از طبیعت نشون بدم. آیا من ببخشید که اینجا قطعت میکنم، آیا این دنباله اون فشارهایی که در درون میخواستی این کارا رو بکنی نمیتونستی نبود که حالا آزادی میدیدی و میخواستی به طور گسترده تر این کار بکنی، یا از اول که رفتی کلاژ روی پارچه از رنگ استفاده میکنی روی پارچه؟ درسته؟ نه، مستقیما فقط خود پارچه است. خود پارچه است. بله. من میخواستم این توضیح رو بدید شما. بله. چون که الان کارهایی که ما داریم میبینیم این کارهایی است که در قبل در ایران شما روش کار کردید و بعد میرسیم به اون کارهایی که در اینجا شما دارید میکنید. آیا این یک کشور آزاد دموکرات، این حس بیشتر آزادی رو بهت نداد که حالا برم و از زنای زیبا، از خانم ها خواهش بکنم عکسی دارن بیارن، من خود اینا رو در اینجا سمبول بکنم بذارم؟ قطعا بودن در اینجا هیچ وقت بی تأثیر نبوده، نه برای من، فکر میکنم برای تمام کسایی که مهاجرت میکنن و میان اینجا، داشتن یک محیط آزاد بسیار کمک میکنه برای اینکه بتونن کارهای بهتری انجام بدن. وقتی من اون عکس رو دیدم فکر کردم که چرا ما همیشه تصویری که از زن ایرانی داریم یک تصویر سیاهه، یک تصویر عصبانیه و تصویر یک زنیه که در یک چارچوب بسته و تحت فشار زندگی میکنه. من این طرف دنیا این آزادی رو دارم که رنگ نشون بدم، که بگم ما زیباییم، که بگم ما اون عصبانیت و خشمی که توی تلویزیون شما میبینین نیستیم. ما موجودات زیبایی هستیم که دلمون میخواد ستایش بشیم
و دلمون میخواد به همون احترام گذاشته بشه. منظورتون در اینجا الان کل زنان هستن ولی بالاخص زنانی که در ایران هستن؟ من واقعیت اینه که تمام تلاشم اینه که زن ایرانی رو بهتر نشون بدم. هدف من اینه. من وظیفم به طور کل در مورد زنان ممکنه باشه، ولی وظیفه اول من زنان مملکت خودم چون محجور قرار گرفتم که تحت فشار بسیار بسیار زیادی هستن از جامعه و خیلی وقتا حتی از خانواده ها، و این چیزیه و جایی برای ابراز بیان ندارن. من میخوام زبان اونها باشم که بتونیم. الان ببینم فریبا، ببخشید، این عکسی که ما داریم میبینیم اینجا، این خانمیست که یه عکس طبیعی خودش رو در طبیعت داشته برای شما فرستاده و شما آمدید این کار رو تکمیل کردید، یا توضیح دیگری داره؟ به دو صورت کارای من انجام میشه. صورت اولش اینه که خانومی عکسی برای من میفرسته که در طبیعته و خود اون عکس این قابلیت رو داره به طور مستقیم تبدیل بشه به پارچه، یعنی با تیکه های پارچه روی هم من تصویر اون خانوم رو در اون منظره بازسازی کنم. بعضی از این عکس ها مثل این عکسی که الان میبینید، این واقعا تصویر خود این شخصه با تمام بک‌گراندش و هر چیزی که شما اینجا می‌بینید. من هیچ دخل و تصرفی در اون عکس نکردم، ولی عکسی که شما بهش اشاره کردید عکسیه که مونتاژ شده روی یه عکس دیگری از طبیعت. بله. یعنی در حقیقت من خواستم مفهوم نشون بدم. بله. اسم این کار فراره. یعنی ما همیشه امید داریم در این کوچه باریک خرابی که گیر کردیم بتونیم یه نور و امید اون ته کوچه ببینیم و فرار کنیم به سوی چی؟ به سوی نور و به سوی طبیعت. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا چند تا از این کارها شما تا الان کشتی؟ آیا یک حد اقل و حد اکثر دارید تا این پروژه کامل بشه یا نه ادامه میدی میری؟ من قبل از اینکه مستقیما جواب شما رو بدم، از کلیه خانم‌های ایرانی خواهش میکنم منو در این پروژه همراهی کنن. عکس هایی که میبینید از آدم های واقعیه، بسیاری از اینها رو من نمیشناسم، لطف کردن عکس هاشون رو برای من فرستادن و به من اجازه دادن که هم عکس رو استفاده کنم هم اسمشون رو ذکر کنم در کنار عکس. این پروژه برای نشون دادن تک تک شما هاست. من خواهش میکنم عکس برای من بفرستید، من از توی اونها انتخاب کنم و این پروژه رو تبدیل کنم به یه پروژه ملی. این مال من نیست، مال همه شماست. من میخوام اینجا توی کانادا یک نمایشگاهی داشته باشم، حداقل از 50 تا کار و از 50 تا زن متفاوت، و بگم که ما زیباییم، ما قابل احترامیم و ما رو به چشم بخشی از زیبایی طبیعت نگاه کنید و ما رو به چشم محصول جمهوری اسلامی با اون فشار و با اون زشتی نگاه نکنید. خب حالا اگر یک بیننده‌ای در هر جای دنیا داره ما رو میبینه و این پیام شما رو میشنوه، چگونه میتونه اون به این پاسخ مثبت بده به این کار شما؟ این عکس رو کجا باید بفرسته؟ من دو تا راه حل پیشنهاد میکنم برای تمام دوستانمون. کسانی که توی فیسبوک هستن اسم من رو لطفاً سرچ کنن، فریبا محمودیان، و منو اد کنن جزو دوستانشون و ما از اون طریق میتونیم در ارتباط باشیم با هم. کار دیگری که میتونید بکنید به وبسایت من مراجعه کنید www.artbyfariba.com و از اون طریق هم میتونید با من در تماس باشید و من بسیار بسیار خوشحال میشم اگر منو همراهی کنید. البته اگر چنانچه اینایی که فریبا گفت شما نتونستید الان یادداشت بکنید یا ندارید، به سایت صفحه دریچه‌های روبرو هم که بفرستید ما این ارتباط شما رو برقرار خواهیم کرد از طریق دریچه‌های روبرو، که امیدوارم که شما هم عضو این صفحه بشید. بله. من نکته دیگه رو که میخوام خواهش کنم از خانوم‌های ایرانی اینه که فکر نکنید شما به حد کافی زیبا نیستید. همه زیبایی‌های خودشون رو دارن و همه
با ارزشن، چون در این دنیا زندگی میکنن. خواهش میکنم خودتون رو سانسور نکنید، همراهی کنید، بذارید ما یک مجموعه واقعی از زن ایرانی داشته باشیم. حالا نمیشه که وسط این همه خانم 50 تا تابلو میخواید بذارید، یه آقا وسط بذارید ببینید. آقایون سرورمون، ولی اجازه بدین ما این پروژه رو اختصاص بدیم به خانم ها. نه البته بنده این شوخی بود با شما کردم، اون وقت ما حرم سرایی که اونو میگن تیپ پیدا میکنه. عکساتونو بفرستین اگر مایل هستید برای خانم فریبا، و ببینید کار جالبی داره میکنه. این کار کلاش کارار کن. متاسفانه من میبایست از ایشون خواهش میکردم یکی از کارها رو بیاره که از طریق دوربین نشونتون بدم که ببینید چه کارهای زیبایی هست و چگونه این کارها رو فریبا تا اینجا هر دفعه تکمیل و تکمیلترش داره میکنه. ولی خب فکر کردم عکس ها کافیه، امیدواریم که ببینید اینها رو، بفرستید. اگر نتونستید به دریچه‌های روبرو بفرستید و ما ارتباطتون رو با خانم محمودیان برقرار خواهیم کرد. من یه نکته دیگه میتونم بگم؟ بفرمایید. آقایان ایرانی عزیز، اگر کادوی خاصی میخواین برای خانمتون داشته باشین، من میتونم در این کار همراهیتون کنم. من میتونم عکس خانم شما رو، خواهر شما رو، بچه های شما رو، فرق نمیکنه، براتون با پارچه اجرا کنم. کاری به یاد ماندنی و استثنایی، چیزی که هر جایی نمیتونید پیداش کنید. و مجددا میگم از طریق وبسایت و از طریق فیسبوک میتونید با من در ارتباط باشید. خب حالا برگردیم به اینکه پروژه آینده چیه. همین کار رو باید برید تا تکمیل بکنی یا طرحهای دیگه هم داری دوباره جلو بیاری؟ من ترجیح میدم از این شاخه به اون شاخه نپرم. من ترجیح میدم رسالتم رو به آخر برسونم، حتی اگر 10 سال طول بکشه. این کاریه که من شروع کردم و به خودم تعهد دادم که این کار رو به آخر برسونم. آیا قبل از تو کسی این کار کردی؟ تا اونجایی که من میدونم نه، ولی اگر کسی دیگری کرده حتما من در جریان نیستم. بله، صحبتی داشتیم، صحبت ما بود مهمان امروزمون خانم فریبا داودیان محمودیان، آرشیتکت و نقاش. کاراشون رو دیدید، میتونید که باهاشون تماس بگیرید خانم ها. عکساتون رو اگر مایلید در طبیعت، نه در جاهای دیگه، در طبیعت عکسی دارید برای ایشون بفرستید تا به این مجموعه اضافه بشه. شما اگر صحبتی داری با بیننده های من میتونید مستقیم با این دوربین باشون صحبت کنید. من صحبت خاصی ندارم به جز این که افتخار میکنم که یک زن ایرانی ام و افتخار میکنم که این شانس رو دارم که در خدمت زنان ایرانی یک کار هنری انجام بدم. از همه متشکرم. خیلی متشکرم. ممنونم و از اینکه آمدی اینجا توضیح درباره این کارات دادی. باز هم ازت به امید روزی که ببینیم به این حد دلخواهت برسی و اون نمایشگاه رو در تورنتو دایر کنی. خیلی متشکرم. امیدی دارید. خداحافظ. خدا نگهدار.